بسم الله الرحمن الرحیم و الضحى و اللیل اذا سجا ما ودعک ربک و ما قلا وللآخرة خیر من لک من الاولى ولسوف یعطیک ربک فترضا الم یجدک یتیما فآوا وجدک ضالا فهدا ووجدک عائلا فاغنا فاما الیتیم فلا تقهر واما السائل فلا تنهر واما بنعمت ربک فحدث. در ایام ولادت فرخنده نبی اکرم محمد مصطفی صلی الله علیه و آله هستیم و رضا طبق گفتارهای گذشته در این برنامه هم شمائلی و فضائلی از رسول خدا صلی الله علیه و آله ذکر می شود، ولی با تکیه و استفاده از آیات مبارکات قرآن و از سوره مبارکه والضحى که این سوره کوچک قرآن در باب شأن و عظمت پیامبر گرامی اسلام نازل شده است، هم در این برنامه سخن از تفسیر قرآن به کار می رود و هم اشاره به فضائل پیامبر گرامی اسلام. خدا فرمود و الضحى، این سوره سوره 93 قرآن است، سوره مکی است و 8 آیه دارد یا 11 آیه دارد که خدای متعال می فرماید و الضحى، سوگند به ضحى یعنی به روز یا به اول روز یا به میانه قبل از ظهر، که قبل از ظهر را هم ضحى میگویند، اول صبح را هم ضحى میگویند. و بنابر تفسیری همه روز را ضحى میگویند. بالاخره این روشنی و این روز آشکار نعمت الهی است و روشنی و نورانیت هم به وجود انبیای الهی و ائمه معصومین و بالاخص به وجود نازنین پیامبر گرامی اسلام است که او روشنایی عالم وجود است و الضحى و اللیل اذا سجا، قسم به شب موقعی که قرار میگیرد و آرام می شود و تاریکی همه جا را فرا می گیرد و الضحى و اللیل اذا سجا ما ودعک ربک و ما قلا، خداوند تو را رها نکرده است، خداوند با تو ودا نکرده است و ما قلا، خداوند بر تو خشم نکرده است، مورد خشم الهی و نارضایتی الهی قرار نداری. ما ودعک ربک و ما قلا وللآخرة خیر لک من الاولى. این قسم هایی که خدا خورد و الضحى و اللیل اذا سجا، برای این قسم خورد که مابین خدا و رسولش هیچ موقع جدایی و تیرگی و خشم وجود نداره، چون
رسول خدا سراپا مورد رضایت خداست، تمام زندگانی او و افعال او. خدا قسم خورد تا اینکه بگوید ما ودعک ربک و ما قلا. البته در تفاسیر آمده است که آمدن از پیامبر گرامی اسلام برای شناختن رسالت او و حقانیت او سه تا سوال کرده. سوال اول اینکه ذوالقرنین کی بود؟ دوم اصحاب کهف چند نفر بودند؟ و سوم روح چیست؟ یسالونک عن الروح، یسالونک عن ذوالقرنین. پیامبر میدانست ولیکن به حکمت الهی جواب نداد، فرمود فردای دیگر بیایید. فردا که اینها آمدن وحی نازل نشد تا از این سه سوال جواب داده بشه. پیامبر هیچ موقع فراموش نمی کند، سنقرئک فلا تنسا. پیامبر سهو و نسیان ندارد، عصمت کامل به معنای گناه نکردن نیست، خیلی ها گناه نمی کنن. عصمتی که ما قائل هستیم پیامبران معصومن، کار گناه که انجام نمیدن، مکروه که انجام نمیدن، خطا و نسیان و سهو و لعب و لهو هرگز ندارن. ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوها علمه شدید القوا. برای اینکه ماها یاد بگیریم ان شاء الله را پیامبر نگفت و رضا وحی قطع شد، ما هم باید کاری که انجام میدیم ان شاء الله بگوییم. بلا تقولن لن شيء اني فاعل ذلك غدا الا ان شاء الله. و رضا من عرض می کنم خود شماها که الحمدلله بینندگان محترم به این مسائل، به این سیره ها و تذکرات آشنا هستید، ولی مجددا من تقاضا می کنم قولی که می دید، وعده‌ای که می دید انشاءالله را بگویید. و الا ما نمی دونیم. شما میگی حاج خانم ما 10 دقیقه دیگه میاییم، سر خیابونیم، بپیچیم رسیدیم. 10 دقیقه هم تازه زیاده، ولیکن یه تصادف میشه 2 ساعت شما معطل میشید، آخرم ماشین رو میگذارید با پای پیاده میایید. چرا انشاءالله نمیگویید؟ انشاءالله گفتن میمنت میاره، توفیق میاره. ولا تقول لن شيء اني فاعل ذلك غدا الا انشاءالله. گفتم پیغمبر از خدا دور شده، خدا مهر خودش را از پیغمبر برداشته، وحی قطع شده. خدا قسم یاد کرد و ما ودعك ربك و ما قلا وللآخرة خیر لك من الاولى. ای رسول ما، آخرت بهتر است از اولا، یعنی دنیا، عالم اولا. این دنیا همش با بلاها و رنج هاست، ولی و ان داد الاخرت لهی الحیوان لو کانوا یعلمون. جای زندگانی که مرگ ندارد، مریضی ندارد، پیری ندارد، پریشانی ندارد، سوء خلق و خشونت ندارد، عالم آخرته. و این ندار الاخرته لهیل حیوان لو کانوا یعلمون. و لسوف یوتی کرب و کفترزا. ای رسول ما، ما به تو اونقدر عطا میکنیم تا راضی بشی. خدا چه مقدار به پیغمبر بده راضی میشه؟ دنیا را پیغمبر دنیا را نمیخواد، ریاست را پیغمبر
طالب ریاست نیست. این لسوفه یوتی که رب و کفترزا، منظور شفاعت پیغمبره، یعنی ای رسول ما، ما به تو اونقدر اختیار میدهیم هرچی خواستی از گناهکاران امت شفاعت کنی. یکی از امتیازات پیامبر گرامی اسلام شفاعت اون بزرگوار از گناهکاران امت و اهل معصیت است. بالاخره اگر بنابود شفاعت پیغمبر نباشد، ناامیدی و یأس همه را فرا می گرفت. دیگه مردم می گفتن حالا که آب از سر گذشته، چه یک وجب چه صد وجب، می رفتن به طرف گناه. اما میگه نه، ما پیغمبری داریم شفاعت می کنه، مورد رضایت الهی. من ذل الذی یشفع عنده الا باذنه، کیست که شفاعت کند در نزد خدا مگر کسی که خدا به او اذن داده باشد. یوم اذن لا تنفع الشفاعت الا من اذن له الرحمن و رضی له قولا. واقعا ما بسیار امیدوار به شفاعت پیغمبر هستیم. این شفاعت پیغمبر که فرمود ادخرت شفاعتی لأهل الكبائر من امتی فاما المحسنون فلا سبیل علیهم، پیغمبر فرمود من شفاعتم را ذخیره کردم برای صاحبان گناهان کبیره. عرض کردن یا رسول الله، چگونه شما از صاحبان گناهان کبیره شفاعت می کنید در حالی که خدای متعال می فرماید ولا یشفعون للا لمن ارتضا، شفاعت نمیتونم بکنم مگر کسی که خدا از او راضیه. صاحب گناه کبیره که مورد رضایت خدا نیست، گناه کبیره انجام ده. پیامبر فرمود بله، ما من مؤمن اذنب ذنبا الا و ندم علیه و یتوب، هر مؤمنی گناه که میکنه توبه میکنه، همین اون گناه را از او دور میکنه و مورد رضایت الهی قرار میکنه. امام صادق علیه السلام به شریح ابن هانی گفت که شما در باره امیدوار کننده ترین آیات قرآن کدام آیه را میدونید؟ عرض کرد یک عده میگویند امیدوار کننده ترین آیه در قرآن این است، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا. ای کسانی که ناامید شدید، ای کسانی که در اثر گناه به خودتون ظلم کردید، ناامید نشید، خدا میامرزد همه گناهان را با شرایطش. یک عده گفتن امیدوار کننده ترین آیه در قرآن این است که خدا فرمود والذین فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا الله و استغفروا لذنوبهم، این آیه است. آیات دیگر را گفتن، امام صادق علیه السلام فرمود امیدوار کننده ترین آیه در قرآن این آیه است برای این امت که خدا فرمود ولسوفه یوتی ربک فترضا، ما به تو اونقدر اختیار میدیم تا راضی بشی. امام صادق علیه السلام فرمود این حدیث در تفسیر شریف مجموع البیان طبرسی است در ذیل همین آیه که فرمود ان جدی رسول الله لا یرضی یوم القیامه ما بقی موحد فی النار،
تا یه نفر موحد اهل توحیدی که معتقد به دستور پیغمبره، به وصی پیغمبر معتقده، تا در دوزخ هست پیامبر راضی نمیشه تا همه مشمول شفاعت بشن. ولذا فرمود ولل آخرت خیر لک من الاولا ولسوف یعطیک ربک فترضا الم یجدک یتیما فآوا. ای رسول ما، ما تو را یتیم نیافتیم در مکه، فآوا به تو جای دادیم، پناه دادیم، چون پیامبر گرامی اسلام که در 17 ربیع الاول متولد شد هنوز مادرش آمنه بنت وهب به پیغمبر حامله بود که پدر پیغمبر بنابر قولی عبدالله از دنیا رفت. مادر پیغمبرم در 2 سالگی پیامبر از دنیا رفت، پیامبر یتیم شد. امام صادق علیه السلام فرمود اوتم رسول الله صلی الله علیه و آله، پیغمبر برای این یتیم شد که حق کسی به گردن او نباشد و او به آزادی بتواند تبلیغ دین خدا را بنماید. ولیکن یتیم به معنای یتیم ظاهری تنها نیست، چون قرآن یه معنای ظاهری دارد یک معنای باطنی. امام رضا علیه السلام در مجلس مأمون گفت که یتیم به معنای در یتیمه، یتیم معنای بی نظیر، بی مثل. یعنی ای رسول ما، اون نگین بی نظیر عالم وجود بودی که این عالم جایگاه تو نبود، ولیکن و وجده که یتیمن فآواد، خدا تو را نگین وجود تو را در حلقه این دنیا جا داد تا مردم استفاده کنند. حتی من علینا بکم فجعلکم فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فی اسمه. اونها در عالم بالا بودن، خدا بر ما احسان کرد این پیامبر را آورد. و وجدک ضالا فهدا، تو گم شده بودی موقعی که مادرت حلیمه سعدیه شیردهت تو را گم کرد، جبرئیل او را آورد به عبدالمطلب داد. امام رضا فرمود یعنی تو شناخته نشده بودی، نمیدونستن. کان مزلولا عند قومک، همون مردمی که خاکستر بر سرت میریختن چنان تو را شناختن که صف کشیدن تا قطره‌های وضوی تو را بگیرن و اون را بر کام بگذارن، بر صورت بکشن. و وجدتک ضالا فهدا و وجدتک عائلا فاغنا، خدا تو را صاحب ایال فراوان یعنی مردمان نادان یاف اما غنی کرد خداوند تو را، که همه اینها را اون مردم جاهلی که بت میپرستیدن، اون مردم بت پرستی که زندگانی نابسامان داشتن، به واسطه وجود تو هدایت کرد. که البته این سوره و آیات این سوره بحث‌های مفصلی داره، حوصله این برنامه و فرصت این برنامه بیش از این اجازه نمیدهد که صحبت شود درباره اونها. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.